son. Give me a call, Yvonne. It's cut in. ماهواره تخمن آرام جهت یافتد فرکانس 11 221
رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز فیسبوک IMTL TV وبسایت و توییتر پاریس ترجمه تیوی و GLV وقت روایت شماست افغانستان انترنشنال. سلام به خبرهای این ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها: دیدار یکی از زندانیان خطرناک طالبان با رهبران سیاسی در کابل، الناس حقانی با حامد کرزی و عبدالله دیدار کرد. ساختار جدید دولت در افغانستان موضوع اصلی گفتگوهای اسلام آباد. یونس قانونی فرار اشرف غنی را برای تشکیل دولت جدید کمک کننده می داند. نشست فوق‌العاده پارلمان بریتانیا در مورد افغانستان، دولت بوریس جانسون و طوفان انتخابها. امارات یا جمهوریت مردم در جلال آباد اجازه ندادند پرچم طالبان جایگزین پرچم ملی کشور شود. الناس حقانی عضو ارشد گروه طالبان به کابل رفته است. او امروز با حامد کرزی و عبدالله دیدار کرده است. همزمان بر اساس برخی گزارش ها وضعیت در کابل همچنان بحرانی گزارش شده است. شماری از جنگجویان طالبان و خانه های برخی از اعضای کابینه دولت اشرف غنی رفتند. منابع با افغانستان تماشون می گویند آنها به قضای موتر و دیگر وسایل خانه آنها را کرده اند. مسلم شیرزاد فعال سیاسی از بریتانیا با ماست. حقانی با رهبران مخالف طالبان در دست دارید. سلام با شما و بینندگان تیم افغانستان انترنشنال. طالبان از چند سنوات تلاش های منسجم را به راه انداختن تا بتونن یک راه حل را جستجو بکنن که به زودی یک تفاهمی صورت بگیره و بالاخره یک حکومت رسمی در افغانستان شکل بگیره. پس به خاطر هم است که از یک جهت ملاقاتر میره به زادگاه و پایگاه اصلیشان قطران باشه و از طرف دیگه هم انس افغانی میره به کابل و با سیاستگرای مثل آقای عبدالله و آقای کرزی خود چهره آقای حکمتیار و چهرههای تاثیرگذار دیگه میبینم تا اینکه به یک نحو وضعیت پیش آمده درست مدیریت شه و زود یک ساختار شکل بگیره که به گفته طالبان همه در رو خود ببینن. آقای شیرزاد انس حقانی از بهترین جریان طالبان نمایندگی میکند. دیدار او عبدالله و حامد کرزی چه پیامی دارد؟ خب دیدار آقای حقانی و سایر رهبرهای طالبان و سیاستگرای افغانستان و چانه‌زنی هایشان چی در دوحه، چی در اسلام آباد، چی در کابل به این از مقسمی که خودشان خیلن که یک بار دیگه اشتباهات افغانستان قطار نشد. شما میبانیم که افغانستان با توجه به بافتهای متفاوت اجتماعی و قومی و با توجه به مشکلاتی که در چند دهه گذشته پشتر گذاشتنده یک ساختار را ایجاب میکنند که همه خود را در او ببینند و طالبان یک نوع بگویم که ما از تاریخ و موافقم به طرف بشر یک جانبه و دونه تعمیلی ممکن نیست یک ساختار شکل بگیرد و او بتانه که ثبات را در افغانستان تامین بکنه. پس اون خاطر هست که پیام اصلیش امی است که ما بر اساس دیدگاه 1996 موضوعات افغانستان را نمیبینیم، بلکه ما فکر میکنیم که افغانستان 2021 متفاوتتر از افغانستان 2001 است. با توجه به تحولات اخیر و خلای قدرتی چقدر امکانی وجود دارد که یک دولت مشترک تشکیل پیدا بکنه؟ خب مشکل است. با فرار آقای غنی یکم اگه مشکل بیشتر شده، به خاطر از اینکه شما میفهمن وقتی که خاتون در ذرات حکومت موجود نباشه همه تکفا خود ملزم به یک سلسله اصول دیگه نمیشه. در طرف دیگر مسئولیت موجود همی است که طالبان عملا پایتخت را در اختیار دارن و اگر بر اساس همون دیدگاه‌هایی که خودمان مسئولیت داشته باشن در نزد جامعه جهانی و طرف دیگر مقبولیت مشروعیت داخلی را هم کسب بکنن، کمک‌های جزئی هم داشته باشن مثل کوریای شمالی و یا کشورهای دیگر در افغانستان، یا
نیازمند ازیه سهرا در درونی این ساختار عرض بودن از اون خاطر مشکل بیشتر سرادری که زن جمعه کنن من دیگه میکنم که اگر وجود رو با باید را همین کسی که بسمه به سلاح در افغانستان دارو بردار تعمیر بسن آسان سلاح در اون مشکل بودن شکل نگیرم مشکل بیشتر میشه و خیلی بار هم روی و ویگا با این مشکلات کنگا با مشکلتر بردار بودن نظر شما آیا کرده و بلا و بعد احتیاطی دیگر سایدان در افغانستان اصلا با اینها در دولت طالبان مشکل میکنه؟ خب، مازمه موضوع امیه هست یک بلانه بود که به نعب آقای خمی با چیزهای بیشتر میخواد دو با یکی از طالبان دو با دیپلماتی دلا شده در اول چیزی که ملکه نبود بود وزیر خارجه پاکستان دیدار کرد. آقای قریشی میگوید هدف آنها ایجاد یک افغانستان آرام، متحد، دموکراتیک و باثبات است. همچنین جواب همدانی ابوطلبات صبانه است. با سلام آقای همدانی، وقت بخیر. تازه‌ترین جزئیات چی است؟ ببینید، وزیر خارجه پاکستان شاه‌محمود قریشی امروز با همسایه چینی خود وانزی گفتگو تلفنی داشت و موضوع افغانستان بود و آنچه که در افغانستان می‌گذرد و اینکه دو کشور چه سیاستی را در خصوص افغانستان در واقع اتخاذ می‌کنند. شاه‌محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به همسایه چینی خود نسبت به برنامه‌های آینده خود هم صحبت کرد و به او در واقع به اطلاع رساند که قرار است شاه‌محمود قریشی به زودی به ایران برود، همچنین به کشورهای همسایه افغانستان مثل تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان سفری به این منطقه خواهد داشت و هدف این است که همه این کشورها در واقع یک سیاست مشترک رو در قبال افغانستان اتخاذ بکنن. او همچنین وضعیت افغانستان ابراز اطمینان کرد. شاه‌محمود قریشی و صحبت من اینجا تعریف بکنم که امروز با تعقیب پاسوا امروز در شهر ملتان خودش هست و اونجا با خبرنگاران در یک بخش دیگری صحبت کرد.